آقای حسنی، خب این اظهارات پزشکیان در مورد بحران اقتصادی کشور و به ویژه ناترازی بخش انرژی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ خب فرمایشات آقای پزشکیان روایت درست اما بیان ناقص موزله، یعنی اصل مشکل درسته، ناترازی های گوناگونی وجود داره، از قضا از جمله مهمترین اولویت های دولت 14 هست رفع این ناترازی ها. این وضعیت همونطور که آقای پزشکیان هم میگه قابل دوام نیست، باید هرچه زودتر فکری برای رفع اونها کرد. درمان هم مثل درمان های دیگه داروی تلخ و درد جراحی داره، اما این روایت ناقصه است، یعنی یک بخشی از روایت رو آقای پزشکیان نقل میکنه. اون چیزی که آقای پزشکیان نمیگه اینه که دلایل به وجود آمدن این بحران ها چیست و پذیرش مسئولیت این دلایل و این عوامل به وجود آورنده این بحران رو بهش اشاره نمیکنه و اینکه هزینه ای رو که متناسب با اختیاراتی که این مسببان داشتن باید بپردازن. چیزی که گفته نمیشه سهم هر کدام از این عوامل به وجود آورنده است و اینکه گناهکار دانستن مردم از یک سو و انتظار همکاری و همراهی داشتن از سوی اونها و خراب کردن تمام هزینه ها و آوار کردن تمام هزینه های این اصلاح ساختاری اقتصادی یا رفع ناترازی ها بر سر جامعه منصفانه نیست و مشکلی رو هم حل نمی کنه. طبیعتا بخش هایی که مسبب این بودن و عوامل و پیش زمینه ها و ملزوماتی که این اصلاحات ساختاری پایدار باید داشته باشه مواردی است که در اختیار جامعه و مردم نیست و حتی ممکنه که تا حدود بسیار زیادی در اختیار دولت 14 و آقای پزشکیان هم نباشه و این نکاتی است که ایشون اشاره نمی کنه. در واقع اون بخشی از حاکمیت و اون بخشی از حکمرانی جمهوری اسلامی که مسبب این وضعیت هست و می تواند زمینه ساز رفع این بحران ها یا دست کم فراهم آوردن زمینه های حل و فصل این رفع ناترازی ها و بحران ها باشه، جایی فرصت هست و آقای پزشکیان به دلایلی و به ملاحظاتی که داره به اونها اشاره نمی کنه. از این بابت شاید اون اعتماد سازی که انتظار داره آقای پزشکیان و افزایش سرمایه اجتماعی شکل نگیره برای به عنوان مقدمه برای انجام این اصلاحات. پزشکیان ظاهرا در مورد لزوم رفع تحریم ها و خروج از لیست سیاه FATF به عنوان پیش نیاز حل بحران اقتصادی هم راهکار مشخصی ارائه نداده. من این پرسش شما رو دو بخش بکنم شاید راحت تر بشه بهش پاسخ داد. بخش اول بخش FATF هست که از قضا فکر میکنم که اون پیشنهادی که آقای پزشکیان داد یا با هماهنگی قبلی با فرادستان دولت، مشخصا رهبر جمهوری اسلامی که قرار شد که گفتند که نامه‌ای می نویسد به مجمع که یک بار دیگه این اون رو در دستور کار بگذاره، یا با هماهنگی آقای خامنه ای یا اینکه هماهنگ خواهد کرد. این شاید عملیاتی باشه، در واقع فراهم کردن زمینه‌هایی برای پیوستن یا برآورده کردن انتظاراتی که FATF داره از ایران برای پیوستن ایران و در آمدن از فهرست سیاه همکاری با FATF. این شاید عملیاتی تر از مشکل تحریم ها باشه، اما در موضوع تحریم ها مشخصا و آشکارا آقای پزشکیان ضعیفتر از بحث هایی که در دوران رقابت های انتخاباتی مطرح میکرد و قول ها و وعده هایی که قوی اشاره میکرد که رفع تحریم ها در دستور کار قرار خواهد گرفت و تلاش خواهد شد که این مشکل حل بشه، پس از برنده شدن در انتخابات نرم خوتر و ضعیفتر عمل میکنه. شاید هم دستان بسته ای داره. در واقع مشکل رفع تحریم ها هم مشکل پیچیده ای است و هم عوامل بیرونی زیادی در اون نقش داره. دست کم تا پایان سال جاری میلادی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و مشخص شدن نتیجه اون رقابت ها صحبت کردن بر سر رفع تحریم ها صحبت واقع بینانه ای نخواهد بود. اینکه چه اتفاقی در واشنگتن خواهد افتاد حتما مؤثر خواهد بود بر اینکه رفع تحریم ها چگونه رقم خواهد خورد. ضمن اینکه در این حال میبایست به این نکته هم اشاره کرد که به هر حال دو سو داره، یعنی در این مذاکره و در این دیپلماسی باید دید که طرف مقابل هم چه میخواهد و چه چیزی میشود به طرف مقابل، چه امتیازهایی داد که در مقابل اون همکاری و رفع تحریم ها رو دریافت کرد و گرفت. خیلی ممنونم آرش حسنی‌ها، روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین امروز.